یک آخر هفته عاشقانه که به یک صحنه قتل وحشیانه تبدیل میشه. یلاسیا سلام. امروز براتون یکی از فیلم‌های خفن هالیوود به اسم استرنجرز محصول 2008 رو آوردم. نسخه دومش The Strangers Pray at Night که 2018 اومد. نسخه سومش هم در آینده میادش. داستانش هم در مورد یه دختر پسری هستش که به یه سفر عاشقانه میرن، ولی خب با ورودی که سری غریبه به محدودهشون، جونشون توی خطر قرار میگیره. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپور کامر صحنه قشنش هم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم کریستن و مردی به نام جیمز رو میبینیم که بعد یه عروسی سمت خونهشون میرن. این دو نفر به کلبه خارج شهر اومدن تا تو عروسی دوستشون شرکت کنن و برنامه‌شون هم اینه که تا چند روز بعدی همینجا بمونن. بعد اینکه میرسن همو میبوسن و یه رفت جیمز زانو میزنه و پیشنهاد ازدواج میده. اما خب کریستن قبول نمیکنه و یه نفر در میزنه. پشت در یه زن بلونده که چهرهش هم مشخص نیست و میپرسه که تامارا خونه است یا نه. جیمز که نمیدونه جریان چیه میگه نه و درو میبنده. بعد با برداشتن سویچ ماشین میره که سیگار بخره و یکم هوا بخوره تا بهتر شه. کریستن هم تنهاست که دوباره همون زن بلوند در میزنه. این بار کریستن در باز نمیکنه و وقتی غریبه باز میپرسه که تامارا خونه است یا نه، کریستن یکم میترسه و بهش دوباره میگه نه. یه رفع سرای آجیر آتش سوزی میاد و کریستن میفهمه که یه نفر راه خروجشون مینه رو بسته. مجبور میشه خاموشش کنه و آجیر هم قطع میکنه. صدای در زدن محکم تری میاد و زن که به جیمز زنگ میزنه بهش میگه زودتر بیا خونه و گرفت تلفن هم قطع میشن. کریستن دیگه خیلی ترسیده و اول گوشی خودش رو میزنه تو شارژ. لباسش هم عوض میکنه. همین لحظه پشت سرش یه آدم ماسک دار رو میبینیم که بهش زل میزنه و توی اتاقی قایم میشه. دوباره کسی در میزنه و وقتی کریستن سمتش میره میبینه آجیل خطری که انداخته بود زمین حالا روی صندلیه و قطعا یه نفر غیر خودش تو خونه است. اما گوشی خودش هم از شارژ کشیده شده و هیچ کسی پشت در نیست. یه دفعه صدای از حیاط میاد و کریستن با برداشتن یه چاقو میره تا ببینه کی اونجاست. با کنار زدن پرده مرد ماسک داری میبینه که دستش روی پنجره و از ترس داد میزنه. یه لحظه در اصلی خونه هم باز میشه و کریستن میدوه که ببندتش. موقع این کار ماسک غریبه دیگه رو هم میبینه و میفهمه روانیا قطعا چند نفرن. میدوه تو اتاق خواب و میزنه زیر گریه. صدای پای میاد و این بار جیمز که به خونه برگشته. دختر با وحشت میگه که چی شده، اما جیمز باور نمیکنه. وقتی هم اتاق رو میگرده و هیچ کس اونجا نیست، مطمئن میشه کریستن توهم زده. مخصوصا که گوشی دختر حالا توی شومینه افتاده و داره میسوزه و جیمز فکر میکنه که خودش این کارو انجام داده. اما از پنجره همون زن بلوند رو میبینن که به شکل عجیبی به خونه زل زده. سرشون رو که برمیگردونن زن ناپدید میشه و حالا هر دو یکم میترسن. خلاصه که جیمز برای اطمینان میخواد پلیس زنگ بزنه و میره که از ماشین گوشیشو بیاره. بیرون از خونه تازه میفهمه ماشینش با ضربات متعدد ترکیده و خب گوشیش هم از اونجا انگار دزدیده شده. شروع به گشتن دنبال لوازمش میکنه و یه غریبه گوشش رو از پشت لمس میکنه. جیمز برمیگرده و همون دختر نزدیکشه. شروع میکنه به تهدید که تنهامون بذار و تازه اینجاست که میفهمه چند نفر دیگه هم دور تا دورشن. کریستن که تو جریان نیست میپرسه چی شده و جیمز هم برای که نترسونتش یواش به خونه برمیگره و هیچی نمیگه. بعد به کریستن میگه با سریع اینجا بریم و سمت ماشین راه میافتن. اما غریبه ها با یه وانت به شکلی ترسناک میزنن بهشون و اونم با جیغ و داد برمیگردن خونه. حالا جیمز شروع به آماده سازی وسیله برای دفاع خودش میکنه، از جمله اسلحه شکاری پدرش. از طرف دیگه هم فشنگاشو برمیداره و تازه کریستن میفهمه که جیمز اصلا تا به حال با تفنگ کار نکرده، حتی بلد نیست خشابو پر کنه. میرن سمت در اتاق که با سرعت از این محل دور شن، اما غریبه ها شروع میکنن به شکستن در با تبر. به ناچار جیمز و کریستن جلوی در میپوشونن و گوشه پناه میگیرن. حالا جیمز با اسلحه شلیک سمت در میکنه و غریبه یا غریبه ها دور میشن. صدای موسیقی میاد، انگار یکی از غریبه‌ها داخل خونه است و گرامافون رو روشن کرده. حالا استرس این دو بیشتر شده و بیرون از خونه‌ام می‌بینم که یکی از دوستهای جیمز با ماشین اومده اینجا. بی‌خبر قضیه میره داخل، دنبال رفیقش میگرده و به هم ریختگی خونه‌ام به حساب دعوای عادی می‌ساره. اما خب جیمز که بیش از حد هول کرده به محض دیدن رفیقش اسلحه رو شلیک میکنه و به خیال اینکه یکی از غریبه هاست میکشتش. حالا با کریستن میفهمن چی کار کردن و میزنن زیر گریه. جیمز که چاره ای براش نمونده به کریستن میگه تو اینجا قایم شو تا من برم انباریو بگردم، چون اونجا یه رادیو قدیمی هست و شاید بتونیم باهاش به پلیس خبر بدیم. همین کارا هم میکنن، اما اون رادیو هم مثل گوشیاشون توسط قاتل از قبل خورد شده. یه دفعه کسی از پشت به جیمز حمله میکنه و وسط دعوا میریم پیش کریستن. دنبال جای قایم شدن که صدای نفس کشیدن یکی میاد، برای همین هم سری قایم میشه. اما این قاتل ماسک دار پیداش میکنه و کریستن هم میزنه خونه بیرون. هوا خیلی تاریکه، برای همین هم میفته زمین و قاتل رو میبینیم که بهش نزدیکتر میشه. کریستن بازم فرار میکنه و در آخر به یه انباری دیگه میرسه. رومیزه اینجا یه رادیو دیگه هست که نابود نشده. کریستن سعی میکنه پلیس خبر بده، اما بلد نیست با رادیو کار کنه و یکی از قاتلا هم با شنیدن صدا سمتش میاد. کریستن یواشکی توی رادیو میگه کمک بفرستید و قاتل با دیدنش تبری و سمت رادیو پرت میکنه. کریستن هم یواشکی از اونجا دور میشه و بیرون از خونه حالا هر سه تا قاتل رو زیر نظر داره.
یکیشون توی خونه است، یکی تو انبار پیش جیمز و یکی هم طرف دیگه. جلوتر میره و یه دفعه هر سهشون گم میشن. برای همینم هم تنهایی به داخل خونه میاد تا یه جای پناه بگیره. یه لحظه قاتلی که توی خونه است میبینه و کریستن که دیگه همه چیز خسته است، تصمیم میگه بره جلو تا زودتر جریان رو تموم کنه. اما لحظه آخر پشیمون میشه و توی کمد پناه میگیره. روانی به راحتی تو خونه آهنگ میذاره و از فضا لذت میبره. بعد از خستگی سمت در خروج میره. کریستن میخواد با نفس راحت بیاد بیرون، اما یه رفه یه دونه ماسکدارای دیگه جلوی ساحل میشه و بهش زل میزنه. نگاه روانی جلب حلقه زواج روی میز میشه. کنار حلقه هم یه چاقو با نگه داشتنش دوباره به کریستن زل میزنه. دختر تصمیم میگیره باهاش بجنگه، اما یه رفه از در دیگه جیمز رو به داخل میندازن که حسابی کتک خورده و نمیتونه از جاش تکون بخوره. این صحنه باعث میشه که فکر مقابله رو از سر خودش بیرون کنه. میدوه سمت اتاق خواب و دنبال اینه که یه جور از خونه در بره. استرس و استراب تمرکزش رو به هم ریخته و یکی از روانی ها به راحتی دختر رو گیر میندازه. سکانس بعد هوا دیگه روشن شده. جیمز و کریستین به صندلی بسته شدن و روبروشون دو این سه روانی میبینن. کریستین میزنه زیر گریه و داد میزنه فقط بگه چرا این کارو میکنید. زن ماسکدار میگه چون شما تو خونید. وحشت کریستین بیشتر میشه و روانی ها شروع به درآوردن ماسک هاشون میکنن. با آرومی سمت این دو نفر میان و با گذاشتن چاقو رو شکمشون مرگ وحشیانه هر دوشون رو رقم میزنن. سکانس عوض میشه و همه جا ساکته. جنازه جیمز افتاده زمین و کریستین زخمی با شنیدن صدای تلفن بیدار میشه. میره تا از یکی کمک بخواد چون انگار همه چیز دیگه تموم شده. اما هنوز یکی از ماسکدارا اونجاست و میاد بالا سر کریستین. صدای ضربه میاد و زنجیره میزنه. چند ساعتی میذاره دو تا بچه در حال موعظه برای کلیسا هستن و وسط خیابون ماشین این سه روانی میبینن. دختر سمت بچه‌ها میاد، اما خب کارشون نداره و فقط در مورد دین ازشون سوال میپرسه. بعدم راهشون رو میکشن و میرن. این بچه‌ها هم تو ادامه راه به کلبه جیمز میرسن. دروازه و با کنجکاوی میرن داخل که وحشتناک‌ترین صحنه زندگیشون از بدن سلاخ شده این دو نفر میبینن. یکیشون سمت کلیسا میره و همین که نزدیکش میشه دختر که هنوز زنده مونده جیغ میزنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. استرنجرز یکی از تنس ترین فیلم هایی هست که من تا به حال دیدم. هیجانش جوریه که از اول تا آخر می خوب نگهتون میداره، هر لحظه جامپ اسکر میاد سراغتون و مهمتر از همه از المنت هایی استفاده میکنه که ترس رو شما میبینید ولی اون شخصیت اول ما نمیبینه. مثل همون جایی که کریستین توی آشپزخونه است و میبینیم که یه نفر پشتش وایساده و میره تو اتاق، اما خب کس دیگه متوجه این قضیه نمیشه و همینش به نظرم خیلی خوفش میبره بالا. نسخه دومی که ازش اومد استرنجرز پری ات نایت یا در شب دعا کن، در مورد یه خانواده هستش که اونا هم به یه سفر میرن و همینطوری گیره یه سری آدم غریبه وحشی میافتن. ولی خب نمرش 52 شد، از این نسخه اولش پایین تره، اما طرفدارای خاص خودشو داره. مهمترین نکته که در مورد این فیلم باید گفته بشه الهام گرفتنش از یک داستان واقعیه. در حقیقت چند تا داستان واقعی. اولش اتفاقی است که برای همسر رومان پولانسکی یعنی شارون تیت افتاد و توی هالیوود زندگی میکردن. یه شب یه رفیق سر غریبه میان که از طرفدارهای چارلز منسون بودن و به دستور اون اومدن این کارو انجام بدن. به شکل وحشیانه هر کسی توی این خونه هست از جمله شارون تیت باردار رو به قتل میرسونن و این فیلم استرنجرز از اون الهام اصلیشو گرفته. علاوه بر اون یه سری قتل‌های مرتبط به هم بودن که بین 2000 2010 اتفاق افتادن و این فیلم هم دوباره از همون الهام گرفته بودن. یعنی ترکیب این دوتا با هم دیگه شده بود این اتفاقی که دیدیم. اگه میخواید بیشتر در مورد اون جنایتی که در حق شارون تیت شد اطلاعات کسب کنید، فیلم وانس اپان تایم این هالیوود بهش خیلی اشاره میکنه. البته که توی وانس اپان تایم این هالیوود داستان کلا برعکس پیش میره. یعنی میاد به ما نشون میده که اگه این اتفاق نمیافتاد، اگر یه نفر بود که از شارون تیت مراقبت بکنه، اون آدمایی که اومده بودن بکشنش خیلی بد به قتل می‌رسیدن. اما خب در حقیقت داستانو خیلی قشنگ ما نشون میده که هم شهرون رو بشناسیم هم اتفاقایی که اونجا میفته. در مورد چارلز منسون هم که قبلا صحبت کردم، بازم اگه بخوام چیز کلی بگم، یه دونه قاتل روانی بود که یک کالت خیلی وحشی رو انداخت، یه فرقه بزرگ تشکیل داد. کسایی که برای جنگیدن با سیستم، جنگیدن با اختلاف طبقاتی، حالا به چیزهایی که خود چارلز منسون توی ذهنشون فرو کرده بود، میگفتش که تنها راه حل اینها خشونته و خشونت هم چجوری نشون میداد با این اتفاقی که افتاد توی یه شب. یه سری طرفدارش رو فرستاد که کلا برن توی هالیوود یه قتل عام راه بندازن تا مثلا برابری به وجود بیاد. حالا طرز فکرش خیلی بزرگتر از این حرفاست که من فقط کلمه برابری رو میارم و واقعا هم خیلی بد به نمایش میذارتش. یعنی وقتی که شما داستانش رو بخونید، مصاحبه‌هاش رو گوش بکنید، قشنگ میفهمید این آدم چقدر روانی حرفه‌ایه، چقدر قشنگ میتونه ذهنش رو شستشو بده و کاری کنه که طرف براش آدم حتی بره بکشه.
دونستنش خیلی جالبه، حتما برید بخونید در موردش، به خاطر اینکه میشناسید یه آدم روانی. و وقتی من در موردش خوندم به این پی بردم که چقدر آدم دور و برم بوده که همچین رد فلگ هایی رو نشون میدادن و مثل همین امکان داشته که یه روز روانی بشن، ولی خب از یه جایی دروغ گفتن چطور چه ذهنیشون رو متوقف کردن دیگه. همین، بیشتر از این نمیتونم در مورد فیلم صحبت کنم. یه اسلشره و بیشتر باعث لذت برد وقتی میبیندش، تفریحیه. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، تو ماتریس گیر نکنید، لایک کامنت سابیرتون نره. روزتون هم گلسی.